بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. باز هم عبدالرازق عدیل هستم در خدمت شما دوستای عزیز. خوش آمدید به چینل یوتیوب ما. موضوع درس امروزی ما هست در ارتباط با صفات مذکر و مؤنث در زبان فرانسوی. البته دوستای عزیز، در قاعدتاً معمولا در زبان فرانسوی همیشه صفت تابع اسم است، یعنی اسم ما اگر مذکر باشد صفت نیز مذکر است، اگر اسم ما مؤنث باشد صفت نیز مؤنث است، و اگر اسم ما جمع باشد صفت ما نیز جمع است. دوستان عزیز، ما حال میخواهیم که این را برای شما تشریح بکنم تا برایتان واضح شه. دوستان عزیز، معمولا ما در زبان فرانسوی صفات را با مؤنث چگونه تبدیل بکنیم؟ اگر صفت ما مذکر باشه، معمولا با اضافه کردن حرف ا در آخر صفت ما، بنابراین صفت ما به چی تبدیل میشه دوستان عزیز؟ به حالت مؤنث، یعنی در حالت تأنیث در میاد. شما میبینید دوستان عزیز، مثلا میگم که اگر بگم که مرد انگلیسی، او است مرد انگلیسی، il est anglais. اگر بگم او زن انگلیسی، elle est anglaise. شما میبینید، متوجه باشیم دوستان عزیز. در این قسمت ما گفتیم که صفت همیشه تابع چی است دوستان؟ تابع اسم است، تابع اسم یا فاعل یا ضمیر است دوستان عزیز. میتونه فاعل اسمی خاص باشد و میتونه اسم باشد و میتونه ضمیر باشد. به این دلیل انگلی به معنای چی است دوستان؟ او مرد هست یا او مذکر هست انگلیسی، او زن هست یا او مؤنث هست انگلیسی. پس شما میبینید در اینجا با اضافه کردن حرف او در آخری کلمه خود، از حالت تذکیر به حالت چی آمد دوستان عزیز؟ به حالت تأنیث در آمد، با اضافه کردن حرف او در آخری صفت ما. و مثلا میبینیم که دوستان عزیز، اگه باشه که او مرد هست خوشحال، il est content. اگر بگم که او زن است خوشحال دوستان عزیز چی میشه؟ elle est contente. با اضافه کردن چی دوستان عزیز؟ با اضافه کردن حرف او در آخر صفت ما، به حالت تأنیث در میاد. او مرد هست خوشحال یا قانع بگم، یا او زن هست خوشحال دوستان عزیز. پس در این قسمت شما متوجه باشین دوستان عزیز، که اگر بگم که مثلا او مرد هست قد بلند، یعنی کلان، il est grand. اگر بگم او زن است قد بلند، کلان، elle est grande. دوستان عزیز، با اضافه کردن چی؟ با اضافه کردن حرف او در آخری صفت ما، پس میتونیم که ما همین حروف آخری که عبارت از چی است تلفظ بکنیم. عبارت از اس است، ت است، د. در حالت تذکیر، در حالت مذکر، صفت ما اگر با چند حرف ختم میشه، با سه حرف، با اس دوستان عزیز، با ت و با د ختم میشه، تلفظ نمیشه در حالت مذکر. اما در حالت مؤنث، چون ما حرف او را در آخر صفت اضافه میکنیم، بینان این سه حروف تلفظ میشد. elle est anglaise. میبینید دوستان عزیز، elle est contente. elle est grande. اما در این قسمت تلفظ نمیشه، grand، content، anglais. میبینید هر سه حرفی که در اینجا قرار در آخر کلمه ما تلفظ نمیشه دوستان عزیز. اگر میبینیم یک صفت ما در زبان فرانسوی به حرف او ختم میشه، بینان حالت تذکیر و تأنیث یکسان می باشه دوستان عزیز. مثلا میگن که اگر گفتم به حرف چه ختم شد دوستان عزیز؟ به حرف ا ختم شوه، یعنی مؤنث مذکرش یکسان است. اگر بگم که او مذکر است جوان مثلا، یا او مرد است جوان، il est jeune. شما میبینید دوستان عزیز، اگر بگم او زن است جوان، elle est jeune. چرا در اینجا تغییرات نامد؟ چرا؟ به خاطر صفت ما به حرف او ختم شده بود، و در این قسمت هم به حرف چیش ختم شد دوستان عزیز؟ به حرف او ختم شده بود. یعنی میتونه همین صفتی که به حرف او ختم شده، میتونه به اسم مذکر باشه، ضمیر مذکر باشه، و میتونه به ضمیر یا اسمی چی باشه دوستان عزیز؟ مؤنث باشه، با کار بره. ما گفتیم هر صفتی که به حرف او ختم میشه مؤنث و مذکر بودنش یکسان است دوستان عزیز. و گفتیم صفت همیشه تابع چی میباشه دوستان عزیز؟ تابع اسم است یا ضمیر است یا فاعل است دوستان عزیز. مثلا این قسمت میبینین، چون ضمیر ما مذکر است، صفت ما مذکر آمده، ضمیر مذکر است،
صفت ما مذکر آمده و همچنان اینجا که چی دوستای از شما میبینید که صفت ما مؤنث به خاطر چی؟ به خاطر که فاعل ما مؤنث است، یعنی ضمیر ما مؤنث است یا اسم ما مؤنث است. اینجا هم همچنان دوستای عزیز، مثلا دوستای عزیز داریم که اگر بگیم او است دانا، ایل ای سرش، در فکر شما مؤنثش چی قسم خواهد آمد؟ یکسان است، به خاطر چی که به حرف او ختم شده ال ای سرش. یا مثلا دوستای عزیز اگر بگیم که اومد هست مجرد، ایل، ایل ای سلیبتر. اگر بگم او زن است دوستای عزیز چی میگم؟ ال ای سلیبتر. مجرد چی میگم؟ سلیب. چرا؟ به خاطر که صفت ما ما گفتیم به حرف چی ختم شده دوستای عزیز؟ به حرف ال ختم شده. بینان مذکر و مؤنث چی است دوستای عزیز؟ یکسان است اینجا. امیدوار هستم تا این قسمت فهمیده باشین. ما صفت های بی قاعده هم داریم دوستای عزیز که از قانون باز پیروی نمی کنه، گوره هم ما شما رویش کار میکنیم دوستای عزیز. امیدوار هستم تا این قسمت فهمیده باشین. حالی میریم سراغ صفتی که با چی ختم شود قسمت پاک میکنیم. اگر میبینیم که صفت ما با اف ختم شود، مؤنث آن به و او می دوستای عزیز، اینو متوجه باشید. مثلا چه رقم؟ اگر صفت میبینید با اف ختم میشه، مؤنث به چی میشه دوستای عزیز؟ به و او می. مثلا اگر او مرد است فعال، ایل ای اکتیف. اگر بگم او زن است فعال دوستای عزیز چی میگم؟ ال ای اکتیو. چی دوستای عزیز؟ اکتیو. یعنی میبینید دوستای عزیز چی که صفت ما با اف ختم شد، حالت تذکیرش یعنی حالت مذکرش با چی آمده بود؟ با اف آمده. و مؤنث آمده با چی میاد دوستای عزیز؟ تبدیل میشه به و او میاد. چرا آمده؟ به خاطر که اینجا فاعل یا ضمیر ما مؤنث است. مدج چرا اف آمده؟ به دلیل اینکه فاعل و ضمیر ما مذکر است دوستان عزیز. ما گفتیم که هر وقتی که یک صفت مذکر که با اف ختم شه، مؤنثش به چی تبدیل میشه؟ چه قسم تبدیل میکنه؟ به و او در آخر پسوند خود اضافه میکنه دوستان عزیز. امیدوار هستم که هم فهمیده باشید. یعنی یک زن فاعل، یا مثلا نایف میگم ساده لوح دوستان عزیز، مثلا میگم که یک مرد ساده لوح، میگم که ایل ای نایف، پس مؤنثش چه قسمه دوستان عزیز؟ چی بگم؟ ال ای، ال ای نایف. شما میبینید دوستان عزیز نایف آمد به خاطر چرا؟ به خاطر که این قانون بود، در وقتی که صفت مذکر ما با اف پس ما میشه ختم شد، مؤنث چی میشه دوستان عزیز؟ مؤنث ازی به و ال ختم میشه دوستان عزیز. نظر به فاعل ما، نظر به اسم ما، نظر به ضمیر ما دوستان عزیز. اگر میبینید باز هم دوستان عزیز اگر یک صفت ما به حرف او ان ختم میشه، یا مثلا او ان ختم میشه، مثلا صفتی رو میبینید با او ان ختم میشه یا او ان ختم میشه، حالت تانیسی از صفت تانیسی ما چه قسمه؟ یعنی مؤنثی از دوستای عزیز از این د او دوزن تبدیل میشه و از این چی میشه دوستای عزیز؟ او ان، یعنی او دوزن او ختم میشه. مثال که بتون برای شما واضح میشه، مثلا دوستای عزیز شما میبینید اگر بگیم که او مرد است ایتالیایی، ایل ای ایتالیان، ایتالیان بخشن دوست il è italien، یعنی صفت ما با چی ختم شده؟ او این ختم شده. اگر بگیم او زن است ایتالیایی، ال ای ایتالیان. شما میبینید دوست عزیز چرا؟ به خاطر اینکه پسوند صفت ما با چی ختم شده؟ به او این، بنا حالت تانیثش چی دوست عزیز؟ به او دوزن او میه. چرا؟ به خاطر اینکه نظر به فاعل یا ضمیر یا اسم ما، چون مؤنث است به او خاطر به شکل تبدیل میشه. اینجا که مذکر است او این گرفته دوستای عزیز. امیدوار هستم تا این قسمت هم فهمیده باشین. مثلا با او این ختم میشه، او مرد هست ظریف یا لطیف، یا او زن هست ظریف یا لطیف، چه قسم میگم دوستای عزیز؟ مینوین. مثلا این ایل ای او مرد هست مینو، ایل لطیف و ظریف دوستای عزیز. اگر او زن هست ال، ال ای چی میگم دوستای عزیز؟ ال ای مینوین. شما میبینید که در اینجا به خاطر که پسوند صفت مذکر ما به این ختم شد، در اینجا پسوند صفت مؤنث ما به او دو زن او ختم شد. چرا؟ به خاطر که اینجا فاعل و ضمیر ما چی است دوستای عزیز؟ مؤنث است. اگر این مذکر باشه باز این شکل میاد دوستای عزیز. امیدوارم هستم که هم فهمیده باشین. یعنی که صفت تابع چی میباشه؟ تابع اسم یا ضمیر میباشه دوستای عزیز، یا فاعل میباشه، یا به اصطلاح دیگری گفته میتونه که مبتدا باشه. مبتدا میشه که مذکر باشه، میتونه که مؤنث باشه دوستان عزیز. امیدوار هستم که تا این قسمت هم شما فهمیده باشین. بریم سراغ صفت دیگری دوستان عزیز. اگر میبینیم صفت ما با چی ختم شده، مثلا با ت ا
U E ختم شده. مؤنثی از او با T R I C O میه. مثلا چی رقم دوست عزیز؟ اگر صفت را میبینیم پسواندش با T با T O U E ختم میشه، مؤنث چی میشه دوست عزیز؟ با T R I C O میه. یعنی حالت چی است دوست عزیز؟ یعنی حالت چی است؟ مؤنث است. پسواندی مؤنث است که میه. یه حالت چی است؟ مذکر است دوست عزیز. یعنی شما متوجه باشین. مثلا چی رقم؟ مثال برای شما بیدیم، واضح بسازم. اگر او مرد است محافظ، یعنی به حساب حفاظت کننده، ایل ای پرو پروتکتر. دوستای عزیز شما متوجه باشین، اگر بگم او زن است چی میگیریم؟ ال ای پروتکتریس. شما میبینید چرا؟ به خاطر که اینجا ضمیر ما مؤنث است، به او دلیل پسوند چی را گرفته دوستای عزیز؟ پسوندی ای را گرفته. در اینجا پسوند مذکر است، به او خاطر که چی است دوستای عزیز؟ فاعل و مبتدای ما چی است دوستای عزیز؟ مذکر است. به او خاطر اگر ایل ای پروتکتور، ال ای پروتکتریس دوستای عزیز. یا مثلا تردکتور، تردکتریس، تردکتریس. اگر بگم او مرد است که ایل ای یک ترجمان تردکتور. اگر بگم او زن است دوستای چی قسم میگم؟ ال ال ای تردکتریس. شما میبینید چرا؟ به خاطر یک پسوند مذکر ما به این ختم شده بود، به اون دل پسوند مؤنث ما به این شکل میاد. از صفتی که ما شما میبینیم بیزه. اما دوستای عزیز ما استثناءات در فرانسوی داریم، در زبان فرانسوی که مثلا از این قانون پیروی نمی کنم. مثلا میگیم که مثل میگیم که منتور دروغگو که حالت مؤنث اون چی می دوستای عزیز؟ منتوز می باشه. با وجودی که به این پسوند شما میبینید ختم شده، استثناءات هست دوستان عزیز. میگیریم چی؟ استثناءات میگیریم. مثلا دیگه داریم دوستان عزیز که مثلا شانتور داریم. اگر بگم یک آوازخوان زن شانتوز میشه، با شانتریس نمیشه دوستان عزیز. چرا؟ به خاطر از اینکه ما اینجا این پسوند داریم که از جمله استثناءات. با وجودی که شما میبینید که دوستان عزیز پسوند صفت ما با تو ختم شده، اینجا هم مشکل است. ما از قانون پیروی نمی کنم. به دلیل چی؟ که اینا صفت های استثنایی است دوستای عزیز. امیدوار هستم تا این نظرم فهمیده باشید. با صفت ها رو میبینیم دوستای عزیز. اگر صفتی در زبان فرانسوی به چی ختم شده باشد؟ به ای ختم شده باشد، با این حروف او او ای ختم شد، معنیش هم چی میگه دوستای عزیز؟ او او اس او میه. مثلا میگم که یک خادم مذکر، یک خادم مرد مثلا، ایلی il est serveur. Serveur دوستای عزیز. پس مؤنث چی میشه؟ ال. یک زنی خادمه، ال ای سرویز. شما میبینید دوستای عزیز؟ در این قسمت ما گفتیم پسوند ما با چی ختم شده دوستای عزیز؟ پسوند ما با ایسه حروف ختم شده. بنان مؤنث حالت تانیث چی قسمه دوستای عزیز؟ بیر. یعنی چرا؟ نظر به مبتدا، نظر به فاعل یا نظر به اسمی که میره، یعنی صفت تابع از این باشه دوست عزیز. به این خاطر و باز هم استثناء داریم دوست عزیز. امیدوار هستیم که روی صفت های استثناء هم کار بکنیم. و استثناء مثلا اگر بگیم که او از مرد منتقم یا انتقام گیرنده، ایل ای ونجر. شما میبینین به مو پسان ختم شده، اما از این قانون پیروی نمی کنه دوست عزیز. مثلا بگیم او زنی به حساب انتقام گیرنده، ال ای ونجرس میشه باشه. چرا؟ به خاطر که استثناء است دوستای عزیز. چی است دوستای عزیز؟ این صفات استثنایی است. با وجودی که به این پسوند ختم میشه، اما پسوند مؤنثش از این قانون چرا میکنه دوستای عزیز؟ پیروی نمیکنه. چرا نمیکنه؟ به خاطر از اینکه این استثناء است دوستای عزیز. امیدوار هستم که تا این قسمت هم شما فهمیده باشین دوستای عزیز که این حالت مذکر بود و دیگه چی بود دوستای عزیز؟ حالت مؤنث بود دوستای عزیز. و اگر بازم میبینیم که صفت ما به حرف سه ختم میشه دوستای عزیز، صفت مذکر ما البته، مؤنث چی میه؟ اگر به سه میه، مؤنث به Q U O میه. مثلا او مردی ترکی، ایلی ترک. اگر بگم او زنی ترکی دوستای عزیز، ال ال ای ترک. شما میبینین چرا؟ به خاطر که صفت ما به حرفی سه ختم شد. استثناء دست دوستای عزیز که او را میمانیم فعلا جایش در لکچر دوم انشاءالله او را هم خدمت شما پیشکش میکنم. ترک مثلا دوستای عزیز. یا مثلا دوستای عزیز اگر صفت را میبینیم که
با این ختم میشه مانندش تنها میتونه بیاره. مثلا دیگه که دوست داریم مثلا وازن همسایه، یعنی همسایه مرد دوست داریم، همسایه مذکر الی مون وازن سابیم، یا همسایه مؤنث باشه زن باشه میگیم وازین میگیم. یعنی ما گفتیم اگر صفتی که بعد پسوند این ختم میشه مؤنثش چی میشه دوست داریم؟ یک دونه حرف ا اضافه میشه. یا مثلا پسوند صفتی ما دوست داریم با ا ختم میشه از مذکر بود، از پسوند چی ما مذکری ما مؤنث چی می دوست داریم؟ مثلا با ا ختم میشه، مثل ناسیونال میگیم دوست داریم، ناسیونال. پس مؤنث چی میشه دوست داریم؟ ناسیونال، یک ا ختم میشه دوست داریم. یا مثلا دوست داریم به حرف او ان ختم میشه، باز هم حالت تانیث یعنی حالت مذکرش به چی می دوست داریم؟ به حرف او. مثلا دوست داریم من این قسمت رو پاک میکنم، کوما پسوانی با او ان ختم میشه، پس حالت مؤنث چی میشه دوست داریم؟ کومون. یعنی حرف چی ختم میشه؟ حرف او می دوست داریم، پسوانی با ای ختم میشه، یک حرف چی می دوست داریم؟ او می دوست داریم. این هم بود حالتی تذکیر یا حالتی تانیسی صفات در زبان فرانسوی دوست عزیز. امیدوار هستیم که تا این قسمت فهمیده باشین. انشالله بقیه صفات در زبان فرانسوی در درس دوم انشالله ما را تعقیب کنید، در درس دوم میخوانید. امیدوار هستیم که موفق و کامگار باشید و لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید. و امید الله توفیق و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.